از بازی بزرگ تا معامله بزرگ، باور بر این است که سفر همزمان نخست وزیران بریتانیا و پاکستان به کابل را نمیتوان بر حسب تصادف تلقی کرد، اما میتوان فرضیه تغییر بازی بزرگ صده 19 به معامله بزرگ صده 21 بریتانیا در منطقه تصور کرد. بارن روبین و احمد رشید، نویسندگان پرآوازه، در سال 2008 رساله را زیر عنوان از بازی بزرگ تا معامله بزرگ که اصل محتوای آن راهکار پایان هرج و مرج در افغانستان و پاکستان بود منتشر نمودند. آنها معتقد بودند که باید با بازی موجود که مرگبارتر از حد انتظار شده و بازیگران زیاد جذب کرده پایان داده شود، زیرا وضعیت کنونی مانند بازی شطرنج شده که افغانستان خود یکی از بازیگران است، نه مانند بزکشی افغانی که در آن افغانستان نقش جسد را دارد که سوارکاران بر سر تصاحب آن رقابت میکنند. پس باید از این فرصت استفاده شود تا این بازی را به یک معامله جدید در منطقه تبدیل کند، معامله‌ای که با کشورهای همسایه و منطقه سهم داده شود. اما در نخست نگاهی کوتاه تاریخی بر روابط میان بریتانیا و افغانستان تا کنون. روز 17 ماه جون سال 1809 میلادی، امضای معاهده سه‌فقره‌ای دوستی میان شاه شجاع و مونت سوارت الفنستین نماینده بریتانیا در پشاور. روز 26 ماه جون سال 1838 میلادی، امضای معاهده هفت‌دمادهی میان نماینده حکومت بریتانیا و شاه شجاع و رنجیت سینگ در لاهور. سال 1838 میلادی تا سال 1842 میلادی، جنگ اول افغان و انگلیس. روز 6 ماه آگوست سال 1839 میلادی، داخل شدن شاه شجاع به کابل همراه با نیروهای بریتانیای کبیر. روز اول ماه جنوری سال 1842 میلادی، امضای معاهده هشت‌دمادهی میان رهبران افغان و بریتانیا. روز 26 ماه جنوری سال 1857 میلادی، امضای معاهده همکاری میان امیر دوست محمد خان و بریتانیای کبیر. سال 1878 میلادی تا سال 1880 میلادی، جنگ دوم افغان و انگلیس. روز 28 ماه می سال 1879 میلادی، امضای معاهده گندمک میان یعقوب خان و لوئیس کیوناری. روز 12 ماه نوامبر سال 1893 میلادی، امضای معاهده دیورند. روز 13 ماه اپریل سال 1919 میلادی، اعلان رسمی آزادی و وعده اصلاحات. روز 4 ماه می سال 1919 میلادی، سیومین جنگ افغان و انگلیس، جنگ استقلال. طالبان بر بنیاد طرح بریتانیا، مدیریت ایالات متحده آمریکا و پول عربستان سعودی ایجاد شد و ظهور کرد. البته پاکستان عملی کننده این برنامه بود. سال 2006 میلادی، پیمان صلح میان بریتانیا و طالبان در ولسوالی موساقلعه. روز 25 ماه دسامبر سال 2007 میلادی، اخراج دو دیپلمات از افغانستان. روز 25 ماه جنوری سال 2008 میلادی، انتقاد رئیس جمهور کرزی از سربازان بریتانیایی. روز 27 ماه جنوری سال 2008 میلادی، مخالفت شدید دولت با انتصاب پدی اژدون به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در کابل. روز 13 ماه سپتامبر سال 2010 میلادی، اتهام قاچاق مواد مخدر به سربازان بریتانیایی در افغانستان. روز 4 ماه جنوری سال 2012 میلادی، بازداشت دو شهروند بریتانیایی به اتهام انتقال جنگ افزار در کابل. پاکستان هم کشور است که گفته می شود فلسفه ایجاد آن برگرفته شده از سیاست نفوذی بریتانیا و مقوله تفرقه بینداز و حکومت کن این کشور بودند. و شماره بدین باورند که پاکستان کشورش که در سیاست انگلیس، در کرچه هندو و به نام اسلام است. اما اکنون پس از بیشتر از یک دهه سقوط رژیم طالبان، این بار سه فرد تراز اول بریتانیا، افغانستان و پاکستان با هم حرف از همکاری و مبارزه با هراس افغانی می زنند. نگاه دیوید کبرو نسبت به وضعیت موجود چنین است. این یک جنگ است که همه ما باید در آن درگیر باشیم تا افغانستان را از طالبان و طالبانی شدن و هراس افغانی نجات دهیم. ما نیاز داریم تا این کار را نیز در پاکستان انجام دهیم، زیرا پاکستان هم با تهدید هراس افغانان روبروست. از همین رو باید در جنگ با هراس افغانی پیروز شویم. سخنان رئیس جمهور کرزی مانند همیش. امید می‌داریم که دوباره هوادون پاگ توگه چخبرگولی دی درشتین خبرگولی یوجوان سر وکری او سال آمن دوباره هوادون تراسی. حرفای همیشگی سیاستگران پاکستانی. ما در کار مبارزه با هراس افغانی،
تأمین امنیت و آوردن صلح و ثبات در افغانستان متحد استیم و ما در این روند همکاری خواهیم کرد. پاکستان می تواند بخش از راه حل افغانستان باشد، نه بخش از مشکل آفرین برای افغانستان، زیرا صلح در افغانستان به معنی صلح در پاکستان است. اینجا نخست وزیر پاکستان از همکاری و مبارزه با هراس افغانی سخن می زند و آنجا ارتش پاکستان مناطق مرزی را گلوله باران می کند. جالبتر از همه این که سخنگوی وزارت خارجه ادامه حملات را به زیان روابط دوستانه میان دو کشور می داند. معلوم نیست که ادامه حملات یعنی تا چه وقت و روابط برادرانه یعنی چی؟ ادامه پرتاب هر گونه سلاح های ثقیل به ولایت شرقی افغانستان از خاک پاکستان به ضرر جدی روابط نزدیک، روابط حسنه و همکاری های که لازم است بین افغانستان و پاکستان وجود داشته باشه خواهد بود. اکنون پرسش های اصلی این است که نگاه تاریخی بریتانیای کبیر نسبت به نقشه کشی منطقه چگونه بوده؟ آیا بریتانیا واقعا در پی دریافت راه حل مشکل طالبان در افغانستان است و در نهایت آیا می توان نشست سه جانبه را به معنی تغییر بازی بزرگ و معامله بزرگ تصور کرد؟ سلام و وقت بخیر. بیننده بر روایت دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز هستید. آقایان محمد اکرم اندیشمند، نویسنده کتاب ما و افغانستان، امین الله حبی پژوهشگر در بریتانیا، احمد سیدی نویسنده کتاب پاکستان محور شرارت، آقای سید اساق گیلانی هم وعده سپرده بودند اما بنابر مشکل حضور نیافتند. مایکل سمپل امدادگر پیشین بریتانیایی در افغانستان را از بریتانیا با خود داریم. مهمانان گرانقدر خوش آمدید. البته قابل یادداری میدانم که این بحث دارای سه محور است: نگاه تاریخی به چگونگی سیاستگذاری های بریتانیای کبیر در این منطقه یعنی جنوب آسیا و همچنان چگونگی رابطه افغانستان با پاکستان و در اخیر هم عملکرد یک دهه پاکستان و بریتانیا در مورد افغانستان. آقای اندیشمند با شما آغاز میکنیم. واقعا بریتانیای کبیر نگاه تاریخیش نسبت به مرزبندی جنوب آسیا چگونه بود و تا چه حد پیش رفت؟ به نام خداوند جان و خرد، بریتانیا کبیر بعد از اینکه امپراتوری مسلمان بابری ها را در نیم قاره هند از پا در آورد و بر حیات امپراتوری بابری خاتمه داد، او قدم به قدم به طرف افغانستان، به طرف شمال غرب نیم قاره هند پیش آمد و در رقابت با دولت تزاری روسیه در واقع افغانستان را به حیث یک منطقه حائل قرار داد که ای بتانه از نفوذ دولت تزاری روس به طرف افغانستان و به طرف آبهای بحر هند جلوگیری بکنه. و بریتانیا واقعا در این سیاست خود موفق بود، چون وقتی که آدم تاریخ مطالعه میکنه اکثریت امیران و پادشاهای افغانستان متی سیاست بریتانیا بودن و در تمام سیاست گذاری که بریتانیا در این منطقه داشت، به شمول مرزبندی که در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان ایجاد ساخت و ایجاد کرد و آخرینش هم معاهده دیورن بود که در سال 1893 با امیر عبدالرحمن خان این معاهده به امضا رسید، در واقع بنیانگذار افغانستان معاصر و افغانستان کنونی که امیر مذکور شمرده میشه، این معاهده را با بریتانیا امضا کرد و افغانستان به شکل کنونی در آورده شد. و بعد از اون این مرز اکثریت از شاهای افغانستان به رسمیت شناختن و بریتانیا در این منطقه واقعا بسیار با قدرت و پرنفوذ عمل کرد، علی رغم این که ما سه جنگ در برابر بریتانیا و افغان‌ها داشتن، ولی در تمام جنگ‌ها ما نتوانستیم برمو اراضی یا مناطقی قبلا پیش از نفوذ و تسلط بریتانیا در نیم قاره هند بود با او مناطق و با او اراضی افغان‌ها هیچگاه دسترسی پیدا نکردند. و موزلی را که بعد از اینکه بریتانیا ترک گفت و آزادی شبه قاره هند به رسمیت شناخت و دو کشوری پاکستان و هندوستان به وجود آمد، همین موزل در منطقه بریتانیا بجا گذاشت و مخصوصا بین پاکستان و هندوستان مسئله کشمیر و بین افغانستان و پاکستان منازع دیورنده. و در واقع ما اینمی همین آثار موزل یا نتیجه همین موزل را که بریتانیا بنیانگذارش بوده و بریتانیا ایرا گذاشته، ما هنوزم ما ایرا به دوش میکشیم و هنوزم از ما قربانی میگیره و آیندهش معلوم نیست که تا چه وقت ما این کاری که بریتانیا کرده ما تا چه وقت این
نتیجه را ما به دوش میکشیم و تا چه وقت ما قربانی این سیاست بریتانیا میشیم. بله آقای سمپل، شما به عنوان یک بریتانیایی های واقعا میپذیرین به باور آقای اندیشمند که ما اکنون آنچه را که به عنوان مشکلات افغانستان مطرح میشه قربانی عمو سیاست گذاری هایی است که بریتانیای کبیر در این منطقه مرزبندی کرد، این منطقه را به ویژه مسئله دیورند که حالا مشکلات با پاکستان ما داریم؟ شروع کنم با اینکه که به وضعات بگویم که ما خودم بریتانیایی نیستم، ما ایرلندی هستم. جالب است قسم کنی که افغانان با همسایه خود هم بعض گفت دارن، خونه که ما ایرلندی هم خونه که بعض گفت دارن. به حال من که ما بریتانیایی نیستم، ما ایرلندی هستم. بله یعنی به عنوان یک امدادگر بریتانیایی هدفم بود در افغانستان کار کرده. نه ما خود ما اینجا در افغانستان ما که طرف بریتانیا کار نکردم، از طرف اتحادیه اروپا خود ما کار کردم. او یک مثال است که بعض اوقات ای باسای یا سیاسی تاریکی نیکی بیساند پیش میره و خوب است که آدم نیکی همیشه روی فکت ثبت کنه. از نکته نظری امی اینکه مراست انگلیسا در این منطقه اون که او کلی اینکه گپا اینکه بیک اینکه سعی شد اون راستی اینکه راستی در وقتی که دوری استمراری که وقتی که انگلیسا امپراتوری خود داشتن در چی در هند خود راستی اونا خود یک سیاستی رکابت بچی بسارست اینکه داشتن او بلاخره اینا به این نتیجه رسیدن که برای سیاستی امپراتوریشان ای کامیاب ترین اینکه کار که اونا کردن در افغانستان بود که افغانستان تقریبا امیت به طرف نگاه کردن بین اینکه روس و انگلستان و تقریبا اونها یک هدف مشترک یافتن امرای اینکه پادشاهی اینکه افغان. ولی وقتی که ما شما اینکه امروز او موضوع را اینکه مطالعه میکنیم اینکه باید ما شما متوجه هستیم شویم که هدف که انگلستان داشتن تو زمان مطرح بود که اونا حاکمیت در هند داشتن. وقتی که هند و پاکستان بالاخره اینکه آزادی خود گرفتن او اینکه هدفی تاریکی اینکه مطلوبی تاریکی که انگلستان داشت منطقه کاملا از بین رفت. و علی وقتی که اگر ما شما که مقایسه کنیم که بین اینکه سیاست امروز و سیاست اینکه قرن اینکه نوزدهم وچ مقایسه نیست. از خاطر که او حرکات ها که انگلیسان که برا انداختن و اینکه اشتراک زونه در جنگ اول و دوم اینکه افغان همش اینکه تعلق می گرفت اینکه با اینکه سیاست از او زمان. ولی سیاست امروز بیکی تفاوت داره فیلان در اینکه سوپر قدرت در این جهان، قدرت اینکه امپراتوری در این جهان خود فیلان امریکا است و اینکه انگلستان فیلان امو حیثیت حالی خود نداره. بله سپاس آقای سعیدی. حالا اگر گاه شما را روابط افغانستان و پاکستان را نگاه بکنیم واقعا چگونه بوده این نوسان روابط از ایجاد پاکستان در سال 1947 با افغانستان بر حسب چی بوده؟ به نام خدای حق و عدالت، مهمانان حاضر و کسانی که بر پرده تلویزیون ما را میبینن همه شما را سلام و عرض ادب دارم. من باید عرض کنم که متاسف هستم از نگاه جغرافیایی افغانستان خیلی کوچک است در سطح دنیا و کشورها، ولی بوزی بزرگی در افغانستان در جریان است. افغانستان در حال حاضر بوزی بزرگی که با این خاک کوچک در جریان است بسیار مشکل است که او را تحمل کنه. کشوری به نام پاکستان در جغرافیای منطقه از روز ایجاد که اضافه تر 64 سال از عمرش میگذره جزی از مشکل بوده، نه تنها جزی از مشکلی افغانستان بلکه جزی از مشکلی منطقه و فرا منطقه بوده. متاسفانه از روز ایجاد پاکستان که انگلیسا مکتوبی استقلال پاکستان به اونا دادن دو مسئله عمده را در منطقه برطانیه کبیر باقی موند، مسئله کشمیر و مسئله خط دیورند در افغانستان. به خاطر بازی های دراز مدت دیگر، به خاطر شطرنج بعدی که هدف برطانیه است، شما میدونین قانون پولیتیکال ایجنت یا تا هنوز در مناطق قبائل او طرف خط دیورند مروج است. تا هنوز پاکستانی که دفاع از اسلام و اسلامیت میزنه در 50% خاک پاکستان قانون انگلیس میچاله، یعنی قانون انگلیس میچاله. حالا پاکستان طی 64 سال عمر خود با افغانستان روابطی اثر و نیکویی نداشته و همیشه از فراز و نشیبی مختلفی برخوردار بوده. ببینین بعد از ایجاد پاکستان شما میدونین که رئیس استخباراتش تا سال 1957 انگلیس ها بودن، یعنی جنرال ها بودن نه پاکستانی ها. بعد از او
شما خبر دارین که شهید سروردی یک مرتبه به کابل سفر کرد در زمان ظاهرشاه و داوود خان، بعدن سکندر میرزا سفر کرد، بعدن مارشال ایوب خان سفر کرد، بعدن جنرال لهیا آمد، بعدن ذوالفقار علی بوتو بود. همیشه از حسن همجواری و حسن دیت حرفای زده شد ولی نتیجهش نبود. چنانچه شما میدونید که وقتی که غلام حسن خان صوفی پدر آقای ودیر صوفی قنسول بودند در پشاور، پاکستانی ها به اثر حمله قنسولگری افغانستان در صدر پاکستان آتش زدند، کتاب های تاریخی افغانستان در دادند، بیرق افغانستان به آتش زدند، حتی روابطی افغانستان به پاکستان به یک مدتی قطع شد، یعنی روابط دیپلماتیک. بعدا به اثر پافشاری های او وقتا که در جلسه راولپندی بود، شما میدونید که معمر القذافی میان جراوی کرد، شاه ایران میان روی کرد و بعضی کشورهای دیگه کردن نشد. اما چون پاکستان در مورد افغانستان متاسفانه عمق استراتژی داشته، با این عمق استراتژی خود همیشه کوشش کرده که در موضوع افغانستان مشکل آفرینی کنه، ولی در این مشکل آفرینی ها به نوی به باور می است که برطانیه کبیر هم به نوی دخیل بوده و دست داشته و اون چرا که پاکستان در طول تاریخ در مورد افغانستان وعده داده گفته حقیقت نبوده، فقط ایواز مشکل زدایی مشکل فضایی کردن در مورد افغانستان. روی از این پرابلم روابط محسنه نبوده، اگر بوده هم پاکستان کوشش کرده که دیپلمات های افغانستان، نمانده های سیاسی افغانستان من حیث اجنتور و مزدوری در خاک پاکستان مصروف خدمت باشه. باز هم خوش آمدید آقای حبیبی. حالا بگذارید اگر این چگونگی سیاست گذاری های بریتانیای کبیر را مطالعه بکنیم، این گاه شما را اگر ببینیم واقعا رابطهش با افغانستان و با پاکستان چگونه بود، یعنی بیشتر در سیاست گذاری های خود کدام کشور را ترجیح میداد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرضوی قبولی طاعات و عبادات بینندگان محترم، عرض کنم که خوب است که ما یک دید تاریخی داشته باشیم و گذشته از تاریخ بدانیم، ولی در تاریخ منجمد نشیم، برای اینکه خیلی چیزها تغییر کرده. من وقتی بحث ها رو در افغانستان میبینم، بیشتر بحث ها تاریخی هسته، بیشتر بحث ها در دوران قرن 19 و قرن 20 و اوایل یا نیمه اول قرن 20 دور میزنه. واقعیت این است که بریتانیای کبیر، امپراتوری بریتانیای کبیر دیگر وجود نداره، این امپراتوری مرده، این دیگه زنده نیست. یک کشور کوچکی به نام بریتانیا فعلا داریم که حتی بخشش که آقای مایکل سمپل ایرلندی هستن خود را بریتانیایی نمیدانن و حالا من نمیدانم که از ایرلند شمالی هستن یا از ایرلند جنوبی ایشان، ولی منظور این است که این کشور کوچک شده، بسیار کوچک شده، توان امپراتوریش از بین رفته و تبدیل شده به یک کشور عادی مثل کشورهای دیگر. ببینید در سپتامبر 2001 وقتی که آقای ریچارد هارمیتیج معاون وزیر خارجه امریکا با آقای محمود احمد رئیس آیسای در پاکستان دیداری داشت، مرتب خواستهایی داشت از پاکستان که حتما باید انجام شود و آقای محمود احمد برش میگه که ببینید آقای آرمیتیج، ما اینجا مشکل تاریخی داریم، مسئله تاریخ در اینجا در میان است، یک قدری ملاحظه بکنید. آقای آرمیتیج برش میگه که تاریخ از امروز شروع میشه و این است که نقش او امپراتوری که حتی پاکستان را ایجاد کرد و هند را زیر سلطه داشت و پاکستان را زیر سلطه داشت دیگر وجود نداره، امپراتوری تازه ای آمده وارد میدان شده و او امپراتوری ایالات متحده امریکا است. این است که به خصوص از نیمه دوم قرن 20 بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد پاکستان و جدا شدن هند، استقلال این دو کشور، میبینیم که قدرت تازه ای وارد صحنه میشه و بریتانیا هم به نحوی به دلیل اشتراکات بسیار عمیقی که با هم دارن، نقش ایالات متحده امریکا را به عنوان امپراتوری تازه که جایگزین امپراتوری بریتانیا شود را به رسمیت شناخته. این است که من فکر میکنم که این که بیایم صحبت از این بکنیم که ایالات بریتانیا پاکستان را انتخاب کرده در مقابل افغانستان، واقعیت این است که این واقعیت نداره. مشکل که بریتانیا در خودش داره، حدود 800 هزار پاکستانی تبار در بریتانیا زندگی میکنن و 3/4 حملات تروریستی یا توطئه‌های تروریستی که متوجه بریتانیا میشه از پاکستان منشأ میگیره. بریتانیا به همون اندازه مایل هست که بنیادگرایی اسلامی در منطقه از جمله در پاکستان متوقف شه و از بین بره، همون حدی که ایالات متحده آمریکا خواستارش است، برای که خودش مشکل داره، سربازایش در اینجا کشته میشن. این است که من فکر میکنم که آنچه که من حداقل در اونجا
تحقیق کردیم و دیدیم، من کوچکترین سندی پیدا نکردیم که بریتانیا از یا شنیدیم از بعضی مفسرهایی که از طالبان حمایت میکنن، در نمیدونم از قاچاق مواد مخدر حمایت میکنن یا سلام میتن به مخالفین، من کوچکترین سندی در این زمینه پیدا نکردم. یعنی شما این مسئله رو نمیپذیرین؟ حالا اگر این نگاه تاریخی رو ببینیم آقای حبیبی، زمانی که ذکر میشه این مسئله دیورند و نفوذی که بیشتر برای گفتگوهای صلح بریتانیایی ها بالای پاکستان دارن، زمانی که این نفوذ را به کار نمیبره بیشتر بریتانیا ها، این گمانه‌زنی را بیشتر میسوزه که حتما در پس پرده حرفای وجود داره. ببینید واقعیت این است که بریتانیا زیاد آنچنان نفوذی هم نداره در پاکستان و هند. جولای سال گذشته یک حلقه از یا یک سازمانی که تحت عنوان کشمیری های یعنی شورای کشمیری های آمریکا فعالیت میکردن در آمریکا کشف شد که اینها از طرف آیسای حمایت می شدن که در اونجا به خاطر مسائل کشمیر اونجا لابی بکنن و حمایت کنگره و اعضای بعضی از سیاستمداران آمریکا را اینا به دست بیارن. این سازمان یک شاخه در بریتانیا داشت که در اونجا جاسوسی می کردن به نفع کشمیر و همچنین در بروکسل. مسئله این است که بریتانیا چون که گفتم دیگه او بریتانیای گذشته نیست و نفوذ آنچنانی روی پاکستان نداره. اگر میبینیم که نخست وزیر بریتانیا وارد صحنه میشه، به نظر من بیشتر در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا و امپراتوری تازه است. تا آقای اندیشمند، حالا با توجه به دیدگاه هایی که آقای بی ارائه کردن نسبت به چگونگی تغییری این بریتانیایی که بیشتر به بریتانیای کبیر بود و حالا این سیاست گذاری ها با باور آقای بی دیگر تغییر کرده، بگذارید بفهمیم که اگر این مشکلات را که بیشتر حالا به عنوان تنش روابط میان پاکستان و افغانستان ذکر میشه، ناشی از چه مسئله است؟ ببینید آقای حبیب بسیار نکات مهمی را گفتن. در این شکی نیست که ایالات متحده آمریکا وارث سیاست های استعماری بریتانیا است. بعد از اینکه امپراتوری بریتانیا فرو میپاشه، در واقع ایالات متحده آمریکا است که ای را به ارث میگیره و نفوذش و سلطهش و قدرت استعماریش است. و همین ترتیب نقش ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیشتر میشه و در آینده بیشتر است. نقطه اساسی است که او چیزی که شما به او اشاره کردین، واقعیت است که وقتی که ما میگیم ما مشکل با پاکستان داریم، ایره از ژورنالیست گرفته تا رئیس جمهور تا اعضای دولت تا وکیل تا همگی حتی تا مردم عادی در افغانستان از مشکلات با پاکستان صحبت میشه و از دخالت پاکستان شکایت میشه، ولی نقطه اساسی است که این سوال هنوز هیچ کسی به مردم افغانستان پاسخ نداده که چرا پاکستان دخالت میکنه، چرا ما با پاکستان مشکل داریم. در این قسمت به نظر ما شش نقطه بسیار اساسی با پاکستان داریم که این شش مسئله را یا این شش نقطه را هیچگاه پاکستان یا در بحث های رسمی و در بحث های آشکار و علنی هیچگاه مطرح نکردن و نمیکردن. همون طرفی که شما در پیشتر در تصاویر گفتین، گپای بسیار کلیشه‌ای و گپای بسیار عادی را ایراد میشه که ما علی تروریسم مبارزه میکنیم، ما در افغانستان ثبات طرفدار ثبات هستیم، ما دخالت نمیکنیم، ولی واقعیت است که پاکستان شش مسئله اساسی با ما داره. یک، خط دیورند. خط دیورند در واقع انگشت گذاشتن به تمامیت ارضی پاکستان است که دولت های افغانستان تمامیت ارضی پاکستان را به رسمیت نمیشناسه و این مسئله است که به این سادگی پاکستان از این تیر نمیشه. اگر قرار باشه که ما خط دیورند نشناسیم، در واقع پاکستان تجزیه میشه، پاکستانی در آینده وجود نخواهد داشت. از این خاطر پاکستان از این مسئله تیر نمیشه و بسیار نقطه بسیار اساسی است. و اگرچه عملا پاکستان آقای موسازه قبلا گفتن که مثلا راکتا از خاک پاکستان فایر میشه، اما این در چیزی رسمی هیچ کس نمیگه. آقای وزیر سرحدات چند پیش با مؤثرین او طرف دیورند بورسای افغانستان را به مواصلین اون طرف دیوران داد و علنا گفت که ما خط دیوران را به رسمیت نمی‌شناسیم. این مشکل بسیار اساسی است. حتی لوی دریسیز افغانستان این مسئله اشاره کرد، به صراحت اشاره کرد که ما با این سرحد قبول نداریم. یک، موضوع دوم، رابطه ما با هند است که هند و پاکستان دشمن سنتی هستند و سه بار با هم جنگ کردند و این بسیار مسئله واضح است، نیازی به تفصیل نداره که این رابطه ای که افغانستان با هند داره و این قابل قبول برای پاکستان نیست، این مسئله را میخواه تغییر بده. مسئله سوم، آبهای افغانستان است که آبهایی که از افغانستان به طرف پاکستان میره، این باید مسئلهش معلوم باشه، مشخص باشه، پاکستانی‌ها این را در آینده مطمئن شون که آبها به پاکستان میرسه. مسئله چهارمش، دسترسی به آسیای میانه است از طریق افغانستان که باید برای پاکستان جزئی از منافعشون حساب میکنه، مشخص باشه.
مسئله پنجمش سهم پاکستان در بازار افغانستان، در اقتصاد افغانستان، مثلا در انتقال انرژی، در بسیار مسائل دیگه ایش که پاکستانی‌ها در مذاکرات غیرعلنی همیشه میگن که اینجا ده ها میلیارد دلار مصرف میشه و پاکستان همسایه افغانستان است. در طول 30 سال جنگ نقش بسیار اساسی داشته و قربانی بوده در اینجا، در وقتی که نیروهای شروعی در افغانستان بوده 3-4 میلیون افغان در اونجا مهاجر بوده، از اونها حمایت کرده، ولی پاکستان فعلا نقشی در این بازسازی در این سهم از این میلیاردها دلار نداره. و مسئله ششمش ایجاد یا تشکیل یک دولتی که دوست پاکستان باشه در افغانستان باید ایجاد شود. و پاکستان بسیار علنی میگه که دولتی را که با پاکستان روابط خصمانه داشته باشه ما این را نمیپذیریم. این شش مسئله است که در صحبت‌های رسمی هرگز مطرح بس قرار نمیگیره و هیچ دلیلی برای دخالت پاکستان در افغانستان ایگپا نه رئیس جمهور توضیح میده، نه اعضای دولت و نه هم حتی ژورنالیست ها همیشه از دخالت پاکستان میگن، ولی اصل مسئله را با مردم آقای اندیشمند. حالا اگر این اصل مسئله را مد نظر بگیریم، دست کم در سه مورد تضاد وجود داره. زمانی که مسئله دیورند، روابط با هند، آبهای افغانستان مطرح میشه، مطمئنا منافع پاکستانی ها در اینجا نهفته است. اما زمانی که مسئله دسترسی با آسیای میانه و سهم پاکستان در چگونگی مسائل اقتصادی افغانستان و ایجاد یک حکومتی که بیشتر رابطه‌اش با پاکستان نزدیک باشه، اینجا اگر امنیت وجود نداشته باشه پس این سه مؤلفه دیگر صورت نمیپذیره. پس چگونه میخواد پاکستان تلفیق ایجاد بکنه با این تضاد منافع؟ در واقع ببینید، امنیت تا زمانی که ما این مشکل با پاکستان حل نکنیم، یعنی همون گزینه اصلی که مشکل اصلی پنداشته میشه چی است با پاکستانیا؟ و همین شش موضوعی که ما توضیح دادم، این شش موضوع مشکل اصلی است که در صحبت‌های رسمی هیچ وقت علنی این مطرح نمیشه، ولی باید ما این مشکل با پاکستان حل بکنیم. امر رقم پاکستان در افغانستان منافع دارن، افغانستان در پاکستان منافع داره. باید سیاست یک روابط جانبه است، تعامل دو جانبه باید باشه. ما از پاکستان منافع داریم که باید اون منافع ما را پاکستان بپذیره و پاکستان هم در افغانستان منافع داره که این منافع متقابل است. ما این منافع متقابل را باید پیدا بکنیم و راه حلش هم باید پیدا بکنیم. بله، سپاس. آقای سمپل، شما این سه مورد را که خیلی برجسته بود به گفته‌های آقای اندیشمند شنیدید. این مسئله خط مرزی دیورند، رابطه افغانستان با هندوستان و مسئله استفاده از آب‌های افغانستان که بیشتر به عنوان گزینه‌های مطرح میشه که باعث میشه پاکستانی‌ها در افغانستان مداخله بکنن. حال شما به عنوان یک امدادگر غربی که سال‌های سال در این خطه دست کم در میان افغانستان و پاکستان بودید، آیا واقعا فکر میکنید این سه مسئله به عنوان همان نقطه‌های اصلی مداخله پاکستان در افغانستان هست؟ ما مطمئن هستیم که آقایی که اندیشمند نیکی سی میگه، وقتی که میگه که در اصل نیکی وارسی بریتانیا در این منطقه نیکی پاکستان است، که خب فعلا نیکی پاکستان حسابی همسایگی در نیکی امرای افغانستان. چندین موضوع نیکی دانشمند صاحب نیکی گفته نیکی دا چیز گفته که پاکستان نگرانی داره به ارتباط به نیکی با افغانستان. ولی دیگه موضوع هم بود که آنوز نیکی تذکر نشد، همی بود که موضوع امنیتی است، که اگر فعلا نیکی پاکستان نیکی شروع کردن با نیکی با انداختی راکت وغیره نیکی طرفی ولایتی مرزی، پاکستان اونجا ادعا میکنه که نیکی مولوی صاحب فضل الله و دیگر کماندانه نیکی طالبای پاکستانی اونجا نیکی رفتن پناه بردن در افغانستان و از نیکی از خاک افغانستان استفاده میکنن نیکی برای حملات نیکی سر نیکی خاک پاکستان. پاکستان علی ادعا میکنه که در که بعد امنیتی در پاکستان این تعلق میگیره با فعالیتای گروپاتی در افغانستان. در این چیز ما میگم که راستی افغانستان و پاکستان هدفی مشترک دارند. در این که راستی قسم که مولوی صاحب فضل الله از اینکه از حاکی افغانستان استفاده میکنه، خب فعلا ما شما خب میفهمید چی در خیلی کماندانه افغان هستن که از حاکی افغان از حاکی پاکستان استفاده میکنن علی افغانستان. در این قسم فعلا شما خب گفتی که مداخلت پاکستان و تقریبا پاکستان از یک نکته نظری منفی اینی که میدادی، ولی ما میگیم که در اصل هدف مشترک هم وجود داره و همکاری بین ای هر دو کشور همسایه به نفع هر دوشان است. بله آقای سمپل، حالا زمانی که این مسئله را که بیشتر شما ذکر میکنند که دید من منفی بوده، این دیدگاه من نیست، زمانی که خود غربی ها از چگونگی مبارزه با ارسفگنی پاکستان ناراض هستند و از چگونگی حمایت ارتش و آیسای شورشیان افغان را ذکر میکنن، شما میخواین استنباطتان از این حرفا چی باشه؟
ولی اینکه فلان اینکه کلی دنیا نگران است از وضعیت در این منطقه، از وضعیت داخل افغانستان و از وضعیت در این سرحدات اینکه بین افغانستان و پاکستان، او اینکه فهمیدن که تا زمانی که همکاری صادقانه صورت نگیره، یعنی که حالی کازی افغانستان هم مشکل است و در اصل چی در پاکستان هم امنیت نمیه. بله آقای سپل، میخوایم کوتاه همون اصل سوال در شما باز هم بپرسم، آیا واقعا مشکل میان افغانستان و پاکستان مسئله دیورند استفاده از آبهای افغانستان توسط پاکستان و چگونگی رابطه افغانستان با هندوستان هست؟ اگر کوتاه اشاره بکنید. در طبعاً اینکه پاکستان از نکته نظری تحلیل اینکه امنیتی ملی خود همیشه اونها نگرانی از اینکه هند داشتن و تا زمانی که اونها شک کنن که اینکه هند از اینکه افغانستان استفاده میکنه علی پاکستان، طبعاً اینکه پاکستانی ها نگران هم میشن و اونها تدبیر میگیرن. بله سپاس آقای سعیدی، حالا از گفته های آقای سمپل چونین به نظر می رسید که این مشکلاتی که بیشتر عنوان می شه مشکلات دو جانبه است. زمانی که بحث های امنیتی و حمایت از گروه های شورشی مطرح می شه، این تنها پاکستانی ها نیستن یا طرف پاکستان نیست که این شورشیان حضور دارن، موضوع افغانستان هم مطرح می شه. آیا واقعا می شه چونین مسائل را باور کرد؟ ببینین نیروهای مخالف دولت افغانستان اکثریت مطلق شما می دانین که او طرف خط دیورند هستن. من مانند زمامداران افغانستان سرحد نمیگم، اما اون چی که واقعیت داره ببینین، جلال الدین حقانی او طرف است، مولوی نذیر او طرف است، قاری حافظ گلبهادر او طرف است، حافظ سعید او طرف است، مولوی نذیر او طرف است، صلاح الدین او طرف است، لشکرش طیبه، سپاه صحابه، سرفروشان اسلام، جهش محمد و غیره و غیره. اما مولوی فضل الله، مولوی فضل الله شما میدونید کسی است، دماد صوفی محمد است، قبلا در سواد میجنگید، بعد از اینکه در سواد همراهش جنگ کردن آمد در نقطه صفری بین افغانستان و مومد جنسی پاکستان، بدون شک در حمایت از مولوی فقیر تا هنوز در اینجا زندگی میکنه. اگر حکومت پاکستان این را دلیل میاره که مولوی فضل الله در داخل خاک افغانستان، این واقعیت نداره. در نقطه صفری که اگر فشار میاد شاید یک قدم به این طرف میاد بدن بدید، اما 12-13 نیروی دیگری که از اونجا کمرهایشان بسته میشه به خاطر انتحار و انفجار به داخل افغانستان میان، پاکستان چرا از اون نمیگه؟ اون چرا که جناب اندیشمند صاحب گفتن هفت موادی را گفتن خیلی ارزنده و با ارزش است. بدون شک باور می است که پاکستان در حال حاضر فکر میکنه با یک افغانستانی ضعیف ناتوان که تصمیم گیریش در مقابل هند بدون اجازه پاکستان نباشه، اموال تجارتی و بزنسی را که در این منطقه سر و سامان میده این نباشه، و همچنین از بندر گوادری که در بلوچستان به همراه چین ساخته تشویش پاکستان داره ببینین. اما اون چیزی را که دوستان مطرح کردن که برطانیه شاید منافعی نداشته باشه، من به یقین هستم که درست است. این تعریف واقعیت است که در سیاست دوستی دائمی و دشمنی دائمی وجود نداره، اما منافعی دائمی وجود داره. بنابراین منافع دائمی وقتی که برطانیه و پاکستان احساس کنند که با این برخوردها ما دو منافعی داریم، بدون شک دریغ نمیکنن از منافع دائمی خود. حالا برمیگردیم به اصل مطلب، این است که ما معضلاتی را که جناب اندیشمند تذکر دادن، اگر ما در راه حل این معضلات خود برای پاکستان و کشورهای منطقه ما گام بر نداریم، ما هرگز به صلح نمیرسیم. شما دیدین که جناب آقای کرزی صاحب خوشحال بودن که هیئت شورای عالی صلح ما میره به پاکستان، اما پرسانش از شورای عالی صلح که شما میرین طرح شما چی است؟ یعنی طرحی را که میبرین آیا با این طرح پاکستان قناعت میکنه؟ مخالفین دولت افغانستان قناعت میکنه؟ منافع ملی افغانستان در این طرح متصور است؟ اگر طرحی است که قانون اساسی را قبول کنی سلاب زمین بگذارین، به باور من طرح نیست، یک حرف بارا گفتن. خوشباوری های حکومت افغانستان با سفری دیوید کامرون و همچنین آقای راجا اشرف، راجا اشرف ببینید چقدر خوشباوری بود، دیروز تا چقدر راکت خورده به ولایت کنن. بنان ما باید به این نتیجه برسیم که ما در سیاست، در سیاست خارجی خود خیلی عقب مانده هستیم و درک از
منطقه به فرا منطقه نداریم. اون چی که میگویم زهرارویه، میگه زهرارویی و عاقل باری گردن میشود هر کرا مغز از در سر حاجت مندیل نیست. ولی متاسفانه مغزی وجود نداره. سپاس آقای حبیبی، از شما میخواییم بپرسون باز هم در مورد بریتانیا. حالا این چند مسئله ای را که دستکن در آغاز برنامه عنوان شد، مسئله ای را که رئیس جمهور افغانستان گفت باعث تیرگی روابط و سوی زن بیشتر در روابط بریتانیا و افغانستان، مسئله پدیش داون، مسئله آقای سمپل که حالا خود را بریتانیایی نمیدونن، حالا فکر میکنید واقعا چرا این گونه مسائل پیش میاد که بیشتر سوی زن را نسبت به بریتانیایی ها و سیاست گذاری هایشان در افغانستان به وجود میاره؟ ببینید بخشش ممکن است از همین دید تاریخی، تحت تاثیر همین دید تاریخی در سیاستمدارای ما باشد که ما هر حرکتی را ممکن است که منفی تلقی بکنیم و فکر میکنیم که یا اسیر توریای توطئه باشیم. من خود آقای پدیشتن را از نزدیک میشناسم و در همون زمان با ایشان صحبتهایی داشتم. البته من موافق نبودم، در آخر موافق نبودم که ایشان بیاین در این پست قرار بگیرن، ولی اینکه ایشان یک مدیر خوبی بودن و در بوسنی هرزگوینا بسیار کارکرد خوبی داشتن در این شکی نبود و از میشد از مهارت های مدیریتیش استفاده کرد در افغانستان. عرض کنم که یک نکته اساسی در روابط ما با پاکستان که این سوی زنها را ایجاد میکنه این است که در تفکر حاکم در پاکستان تفکر دوران جنگ سرد است و این کشور نظامیان حاکم در این کشور در این دوران زندگی میکنن، هنوز به یک حمایتگر ابرقدرت نیاز دارن که او حمایتگر ابرقدرت فعلا ایالات متحده آمریکاست که به اینها پول بتن، به اینها کمک بکنن و سلاح بتن و اینا وابسته باشن در اونجا به عنوان یک حامی که حافظ این کشور باشن. این تفکر، تفکر زاینده نیست، تفکر است که خدمت ارائه نمیکنه. 2% مردم پاکستان یا جامعه پاکستان مالیات خود را میپردازن. آقای نواز شریف رئیس حزب مخالف در فرمی که برای انتخابات پر کرده بود نوشته بود که 3 سال از 2004 تا 2007 ایشون مالیات بر درآمد نپرداخت و سیاستمداران پاکستانی حتی مالیات نمیپردازن. این حکومت به لحاظ تکنیکی میشه گفت یک فیلد استیت یا یک حکومت ناکام است که سرویس برای مردم خودش ارائه نمیکنه و وقتی که تفکر حاکم این گونه است، حتی چیزایی را که مهمان برنامه گفتن در زمینه‌های مثلا تجارت، راه یافتن به آسیای میانه و همچنین امتیازهای تجاری، این وقتی کشور، وقتی تفکر حاکم تفکر زاینده نیست، نمیتونه از این امتیازات حتی استفاده بکنه. این است که به نظر من پاکستان در یک نقطه حساسی از تاریخ خودش قرار گرفته که در ناگزیر است از این وضعیت حاکم گذر کنه و به یک حکومت نرمال تبدیل شود که بتونه خدمت به شهروندهای خودش ارائه بکنه و در این گذار به نظر من احتمالاً امتیازاتی میخواد. شاید من فکر میکنم، امروز فکر میکردم در مورد این که چه چیزی میتونه پاکستان را قانع بکنه که پاکستان دست از حمایت از گروه های تروریستی برداره و همچنین از این گروه ها به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده نکنه. من فکر میکنم که شاید پاکستان در حتی در زمینه همکاری با افغانستان هم یا آوردن طالبان بر سر میز مذاکره هم شاید در یک معامله بزرگ با ایالات متحده آمریکا بیاید یک چنین همکاری بکنه که این باعث خواهد شد که اصلا پاکستان به یک سمت و سوی حرکت کنه که هویت تازه برای خودش باید پیدا بکنه. بله سپاس. بیننده برایت دیگر از طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز است. این معامله بزرگی که بیشتر عنوان میشه که پاکستانی ها ممکن با آمریکایی ها در این مورد انجام بدن چه خواهد بود؟ پس از میان برنامه کوتاه آقای اندیشمند پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید. آیا واقعا پاکستانی ها برای عدم حمایت از گروه های عرصافگان در افغانستان به یک معاملی بزرگ با امریکایی ها دست خواهند زد؟ آقای اندیشمند؟ در این شکل نیست که پاکستانی ها به همینطور یک معامله نیازمند هستند به خاطری که توضیحات را که آقای حبیبی دادن پاکستان در موقع بسیار دشواری قرار داره از لحاظی که وابسته هستند، از لحاظ اقتصادی مشکلات بسیار زیاد دارن، یک کشور مقروض است اصلا. ولی مشکلی ما حتی در این رابطه از پاکستان بیشتر است. شما میفهمین که افغانستان کاملا دولت افغانستان یک دولت وابسته است از لحاظ اقتصادی در عرصه امنیتی و نظامیش و همچنین در عرصه ملکی و در پیشرفت اقتصاد و حیات افغانستان. به محدی که شرایط فعلی یک فرصت است برای پاکستان که استفاده بکنه، بیشتر از او یک فرصت است برای افغانستان. به این دلیلی که افغانستان باید از این فرصت استفاده بکنه که از طریق ایالات متحده آمریکا، از طریق کشورهای غربی، بریتانیا و ناتو پاکستان زیر فشار قرار بده که بتونیم ما مشکل خود با پاکستان حل بکنیم. یعنی واقعا فشار کارساز خواهد شد بالای پاکستانی ها به باور شما؟ ببینیم اگر واقعا اینا طرفداری ازی باشن، غربی ها و مخصوصا ایالات متحده آمریکا که
در این منطقه ثبات بیا و مشکلی افغانستان و پاکستان ریشه ای حل شوه، طبعا اینا حاضر میشن فشار بدن. شما در طول بعد از اینکه بعد از سال 1947 که پاکستان تشکیل میشه و مخصوصا که جنگ سرد به میان میاد و ابرقدرت شوروی شکل میگیره و در این رابطه اگر همیشه وقتی که آدم تاریخ مطالعه میکنه، آمریکایی‌ها بسیار تلاش کردن، انگلیس‌ها، آمریکا و متحدین آمریکا، شاه ایران و کسایی که در منطقه بودن که بسیار نزدیک بساز افغانستان و پاکستان، حتی در پیمان‌های منطقه‌ای دفاعی علیه شوروی و کمونیسم پای افغانستان بکشانه، اما کشانده نشد. در اون دوران بسیار تلاش‌ها صورت گرفت میان جگری‌ها، اما در 10 سال اخیر غربی‌ها طوری که ما می‌بینیم برداشت و نتیجه‌گیری ما است که آمریکایی‌ها و غربی‌ها او توجهی که در او دوران جنگ سر داشتن که این رابطه بین افغانستان و پاکستان رابطه خوب شوه و مشکل حل شوه، در این 10 سال واقعا این تلاش نکردن و طرفداری شکل گیری ثبات در افغانستان و در پاکستان یا حل ریشه ای مشکل نبودن و همین مشکل همین رقم ادامه داره. آقای اندیشمند، حالا فکر میکنید همون گزینه اول که شما ذکر کردین و اگر یک نگاه تاریخی به این مسئله تنش روابط میان افغانستان و پاکستان داشته باشیم، مسئله دیورند است. بله. آیا واقعا فکر میکنید غربی ها با فشار یا هر وسیله ای که حالا شما میگین که در 10 سال میتونستن انجام بدن، میتونست این مشکل ریشه ای حل بسازه؟ یعنی چگونه میتونست؟ ببینید، تنها فشار سر پاکستان نیست، در خود افغانستان هم اول ما باید یک اجماع ملی در این رابطه در داخل افغانستان ایجاد شود و اجماع ملی هم میتونه توسط با دخالت غربی ها، با میانجیگری غربی ها، با هر شکلی شما فکر میکنین، غربی هایی که امروز دولت افغانستان حمایت میکنه از لحاظ اقتصادی، اینا میتونن تاثیر دارن سری دولت، سری نیادهای مختلف افغانستان، این موضوع رو بشینن با هم حل بکنن که ما آیا حاضر هستیم، افغانستان یا افغان ها حاضر هستن که این مشکل خود با پاکستان حل بکنن، یا ای که به این صورت قبول ندارن و میخوان که اگر افغانستان بزرگ در منطقه شکل بگیره. سپاس آقای سنپال. مسئله دیگر همون باز هم تاثیرگذاری بریتانیا بالای پاکستان هست که بیشتر این گزینه هایی که آقای سعیدی اشاره کردن و از موجودیت گروه های عراس افغان که چند عنوان نام بردن از چند اشخاصی که بیشتر در این در آن سوی دیورند از سوی پاکستان حمایت میشه، فکر میکنید آیا واقعا این بحث تازه که بیشتر نشست سه جانبه بین بریتانیا، افغانستان و پاکستان مطرح میشه، میتونه به عنوان یک راه حل برای قضیه افغانستان شمرده شود؟ که ممکن اینکه فلان اینکه بریتانیا در پولوی دیگر متحدین که در افغانستان کار میکنن، کمک میکنن، اینا کوشش میکنن که از نفوس دیپلماسی خود استفاده کنن، اینکه امرای پاکستان که پاکستان کنی کنه که راستی همکاری کنه در چیز حالی کازیه. بله، تا نوز که این همکاری را انجام ندادن پاکستانی ها با باور شما؟ ولی اس نیکه تانوز نیکه انکه انوز نیکه رایحل پیدا نشود، انوز نیکه شورشان اونجا خوب نیکه فلانا کار میکنه، نیکه افغانستان تبا میشه خود تبا، نیکه هر کار که تبا حال خود صورت گرفت انوز کافی نبود، از این خاطر تانوز نیکه ایمردم از نفوسی دیپلماتیک استفاده میکنن که بیشتر کمک شوه، بیشتر کوشش شوه که راستی امی جنگ در افغانستان خاموش شوه. بله، سپاس. آقای سعیدی، حالا باز هم این مسئله را عنوان میکنند که اگر این سیاستگذاری هایی که بیشتر از نگاه تاریخیش و این یک دهه را مد نظر بگیریم، آیا واقعا فکر میکنید دیگر این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد یا این یک راه حل بیشتر به عنوان نشست سه جانبه بریتانیا و پاکستان و افغانستان شمرده میشه؟ متاسفانه با در نظر داشت حقیقت گویی، بله این جنگ دوام میکنه. من در صحبت های اولی خود گفتم که افغانستان از نگاه جغرافی و اقتصاد و سیاست خیلی کوچک است، ولی متاسفانه درگیر یک بازی بزرگ است، یعنی یک بازی استخباراتی بزرگ در این منطقه. شما ببینید ایران و امریکا مخالفت دارن ولی میدان جنگ افغانستان است. پاکستان با هندستان مخالفت داره سر مسئله کشمیر، زور ازمایی افغانستان است. امریکا روی بعضی نزاکت‌های سیاسی و قدرت طلبی ها با روسیه و چین مخالفت داره، میدان زور ازمایی افغانستان است. بنان افغانستان در حال حاضر به باور من درگیری جنگی اضافه تر از 45 کشور است. او جنگ استخباراتی، جنگ های استخباراتی مهار کردنش خیلی دشوار است چون همه چیز به ظاهر دیده نمیشه. به عقیده من در حال حاضر افغانستانی که کسانی که افغانستان مدیریت میکنن با ضعف و ناتوانی که دارن در سیاست های خارجی و داخلی خود، اما افغانستان امروز تخته شطرنج است که دیگرها روی اون دانه چیدن و بازی میکنن و یک دیگر خود کوشش میکنن که با تخته افغانستان مات کنن. این بسیار خطرناک است. ما اگر به حال افغانستان، به وضعیت افغانستان دقیق فکر نکنیم و افغانستان را بعد از 2014 و در حالها سرش دقیق تر فکر نکنیم،
افغانستان آینده درخشانی نخواهد داشت. ما آقای مایکل سمپل گبر میشنم یک چیزی که گفتن که ما رندیم درست است. ما یک چیزی که پیشتر اینا به ارتباط مولوی فضل‌الله گپ زدن، ما با اسناد میگویم کسی به نام آقای جانبت که تاریخ در پاکستان و افغانستان بوده، من شخصا شاهد هستم وقتی که دیپلمات بودم انمی مولوی فضل الله را که حالا به نام مولوی اف ام یاد میکنن، همین رادیوی اف ام به تمام قبایل پاکستان همین جانبت داد، همین جانبت انگلیسی که حالا میگویه من مسلمان شدم ملای لنگ افغانستان واری و بدون شک از پاکستانی ها خانه میگرفته تا اونجا و روابط داره. بنان اگر ما بگویم که برتانیای کبیر در این قضایای منطقه خاموش هسته، درست نخواهد بود. به این دلیل که امریکا اگر قدرت اقتصادی سیاسی نظامی است، اما برطانیه هم خود به نحوی کشورهایی را که در مستعمره از بودن به خصوص پاکستانیا تا هنوز به نامی میخواهد که در سایه مغناطیسی از او در حرکت باشد. یعنی اون نفوذ تاریخی را که بیشتر بریتانیای کبیر بالای کشورهای مثل پاکستان داشت هنوز هم وجود دارد. اگر نفوذ 60 سال قبل نداشته باشی بی تاثیر گذار نیست. من عرض کردم که تا هنوز در مناطق قبایل قانون پولیتیکال ایجن یعنی قانون انگلیس میچاله، قانون انگلیس نه قانون اسلامی. سپاس. بیننده با روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیز هستند. حالا به عنوان آخرین پرسش، سوالی که بیشتر در ذهن به میان میآید این است که اگر این چگونگی رابطه پاکستان با افغانستان، پاکستان با بریتانیا و بریتانیا با افغانستان دست کم در یک دهه گذشته مد نظر گیریم، حالا این بحث تازه که نشست سه جانبه برای تعمیم ثبات در افغانستان در کابل برگزار میشه، تا چه حد میتونه راهگشای یک ثبات دائمی در افغانستان باشه و یک راه حلی که بیشتر به عنوان گزینه هایی که میتونه ثبات را در افغانستان تعمیم بخشه چه خواهد بود؟ آقای عبی؟ ببینید، از بعد از 2001 وقتی که جامعه بین المللی وارد افغانستان شدن، پاکستان بلافاصله بعد از همکاری اولیش شروع کرد به بسیج طالبان و نیروهای مخالف در افغانستان تا بتونه جایگزینی برای زمانی که غرب افغانستان را ترک میکنه داشته باشه. ولی به نظر من وقتی که از به خصوص از نیمه دهه 2000 تا 2010 که اراده و استراتژی جامعه بین المللی تغییر میکنه که در اینجا فکر میکنن که دیگه باید قضیه افغانستان حل شود، در اول یک چنین اصلا تمایل وجود نداشت و درک درستی از واقعیت در اینجا وجود نداشت. ولی بعدن وقتی که این تصمیم ایجاد میشه، این استراتژی ایجاد میشه، به نظر من و جامعه بین المللی متعهد میشه که در اینجا بماند تا قضیه افغانستان حل شود، مشکل حل شود، به نظر من پاکستان متوجه شده که او سناریویی که از قبل داشت دیگر کاربردی نداره. حالا این سناریو بیشتر به گونه دیگه تعریف میشه. یک برداشتی که بیشتر میشه زمانی که میاین این حرفای دیپلماتیک که بیشتر رد و بدل میشه میان سران این سه کشور دست کم در این چند روز اخیر، زمانی که راجا پرویز اشرف به پاکستان به من باور عام نرسیده، باز هم راکت پراگنی یک بار دیگر آغاز میشه، این چه پیام را میتونه برسونه؟ ببینید، در پاکستان ما مشکل با پاکستان مشکل داریم. گفتم که تفکر حاکم در پاکستان تفکر مشکل زاست. پس این نگاه دیپلماتیکی که بیشتر برای حل قضیه افغانستان دوخته شده است تاثیرگذار نیست با این دید؟ تاثیرگذار هست به نظر من. من فکر میکنم که این استراتژی که پاکستان در این یک دهه دنبال کرده دیگر به آخر خودش رسیده. فکر میکنم که بعد از این به خصوص جامعه بین المللی وقتی از افغانستان میخواین خارج شون، دیگر نمیتونن بپذیرن که قضیه افغانستان به همین شکل باشه و پاکستان دستش باز باشه در حمایت از گروه های مخالف. این است که به نظر من پاکستان در یک مقطعی از تاریخ خودش قرار گرفته که ناگزیر است انتخاب بکنه و اون انتخاب هم این است که از گروه های اسلامگرا و افراطی و تروریستی به عنوان ابزار استراتژیک خودش در افغانستان استفاده نکنه. آقای اندیشمند، آیا واقعا این راهبرد پاکستان در برابر افغانستان به آخر خط رسیده و این سیاستگذاری هایی را که بیشتر آقای حبیبی به او اشاره می کنند پس از این نزد پاکستانی ها چه خواهد بود؟ خب پاکستانی ها مسئله ملکی که شما گفتین راجا انور رفتن و دوباره راجا پرویز اشرف، ما به یقین هستیم که سیاست افغانی پاکستان این صدر اعظم و رئیس جمهورش تعیین نمیکنه، اونجا استخبارات نظامی پاکستان است و ارتش پاکستان است که اونا تعیین میکنن. اما پس از 2008 این گفته میشه زمانی که پرویز مشرف کنار زده شد دیگر نظامی ها آنچنان نقشی را ندارند در سیاست گذاری پاکستان. در عمل که چنین نیست، در عمل ما شما دیدیم که چنین نیست. و تا زمانی که مثلا کدام مورد؟ مثلا امی که طالبا تمویل میشن، تجهیز میشن در افغانستان، میان عملات انتحاری که عملا در پایتخت و بیرون از پایتخت صورت گرفت. خب ما شما شاهد هستیم دیگه، هیچ نیازی برای اسناد و برای توضیح وجود نداره. اصلا تا زمانی که این مشکل اساسی را ما با پاکستان حل نکنیم، مشکل ریشه‌ای با پاکستان حل نکنیم، تا زمانی که ما منافع متقابلی را با پاکستان پیدا نکنیم و در این فرصت کشورهای غربی و کشورهایی که هم پاکستان حمایت میکنه و پاکستان از لحاظ اقتصادی کمک میکنه هم ما را حمایت میکنن، اینا باید
در هر دو طرف نقش اصلی خود به حیث میانجی و به حیث فشار دهنده ایفا بکنن این مشکل حل بکنه و همین ترتیب یک اجماع ملی در داخل خود افغان ها شکل بگیره. سپاس. بدون از مشکل آقای سمپل، حالا به عنوان آخرین پرسش، نگاه ها بیشتر به این نشست سه جانبه دوخته شده است، نشست بریتانیا، پاکستان و افغانستان. آیا واقعا فکر میکنید با شناختی که شما از این منطقه دست کم از افغانستان و پاکستان دارید، راه حلی که بتونه ثبات را در افغانستان تضمین ببخشه چی است؟ تنها یکان رای حال دستی در این منطقه است نیکه از طریق نیکه دیپلوماسی و سیاست ای جنگای فعلی نیکه حل شود. دیگر ایچ را وجود ندار. بله تا هنوز این دیپلوماسی و سیاست کارساز نبود آقای سمپل. ببخشید. در آخر هم یک چیز دیگر هم نیکه ما میخواییم اضافه کنیم. از قدر که پیشتر نیکه دوستی محترم نیکه سایدی ساب که ما نیکه اونا رو خوب نیکه خوب میشناسم اترام داره و یک اتهام وارد کرد سری نیکه یک نیکه شخصی که بزرگ نیکه موسفید که اینا گفتن که یک از جرنالیست ها که شما خوب میشناسی که اینا رول داشتن در نیکه حمایتی نیکه ملاها در سوات و ملکاند و خصوصا نیکه مولی فضل‌الله. ما میگن که دوست نیکه سعیدی باید به شما به تلو باید سند پیش کنه که با اساس از او اینکه ای اتهام وارد میکنه یا باید از او محترم از او جرنالیست باید معذرت بخواد. از خاطر که در شروع ما گفتم که متاسفانه در چی مباحثه سیاسی در افغانستان یک رواج یک عادت پیدا شد که مردم که به سند ثبوت میکنه اگر سند دارن پیش کنه اگر ندارن معذرت بخواد. بله سپاس از حضورتان آقای سمپل از بریتانیا. آقای سعیدی میشه در نخست به جواب آقای سمپل؟ من عرض میکنم که آقای جانبت وقتی ما در پشاور دیپلمات بودیم در یونیورسیتی تاون پشاور اونجا کرسی دایر کرده بودن و رادیوهای اف ام یاد میدادن به مردم ها، امتیاز میدادن، حتی زیاد تأثیر افغان ها بود. ما وقتی از آقای جانبت پرسان کردیم اونا گفتن که ما هدف مایزی است که در مناطق قبایل رادیو مروج شد مردم بشنون و همین مولای فضل الله که من میگم این کسی بود که از جمله کسایی بود که با اون کورس درس میخوند در یونیورسیتی. اما گپی آخر که من میگم فکر میکنم نوبت ما آخر است. من فکر میکنم در حال حاضر پاکستان به خاطر آوردن صلح در افغانستان و مذاکره امتیازان بزرگی را از افغانستان و امریکا میخواهد که امریکا و افغانستان در توانی دادن این امتیازها نیستند. یعنی به این معنا که پاکستان میخواهد سیاست گذاری ها در افغانستان روش و کرکتر بعد از آینه که پاکستان رسومی شه و دیده شه. ما نه ما توانی حضور داریم و نه امریکایی ها او توانی حضور دارند در حال حاضر. این دشوار خواهد بود. بدون شک وضعیت در حال حاضر دوام میکنه تا وقتی که پاکستان به این نتیجه برسه که از راهی که رفته بودم غلط است باید برای راست کنم. حالا این پرسش را اگر کوتاه اشاره بکنین آخرین گزینه‌ای را که به باور آقای سمپل باز هم میتونه راه حل برای قضیه افغانستان باشه دیپلماسی است، دیگر راه حل وجود نداره. آیا واقعا فکر میکنید دیپلماسی پس از یک دهه باز هم در حل قضیه افغانستان کارساز خواهد بود؟ یک عالم بزرگی میگه که وقتی که حرفای دیپلماسی یا سخنای دیپلماسی خاموش میشه صدای توپ بالا میشه. متاسفانه حال صدای توپ بالا شده در کنر، یعنی با حضور داشت توپ دیپلماسی کمتر کار میکنه. اما دیپلماسی هم تنها خشکه نمیشه، باید منافع تعبیر شه. تا وقتی که پاکستان در قضای افغانستان منافع خود نیابه من باور ندارم که از راه دیپلماسی ما بتونیم کار بکنیم. بله سپاس آقای سعیدی. بله کوتاه میشه اشاره بکنم بفرمایید. اشاره کنم که با توجه به اینکه جامعه بین المللی بعد از 2014 از افغانستان خارج میشه زمان دیپلماسی است و به نظر من راه حلش هم هست طریق همین دیپلماسی خواهد بود و فشارهایی که از طریق دیپلماسی و از دیپلماسی پنهان وارد خواهد شد بر پاکستان به نظر من راه حل پیدا خواهد. بله سپاس. با سپاس از حضور آقایان محمد اکرم اندیشمند نویسنده کتاب ما و پاکستان، امین الله حبیب پژوهشگر در بریتانیا، احمد سعیدی نویسنده کتاب پاکستان محور شرارت و مایکل سمپل از بریتانیا. با سپاس شما که تا حال بیننده برنامه‌های دیگر از تورو و شبکه جهانی تورو نیوز بودید. شما می توانید این برنامه را در turonews.com صفحه برنامه‌های دیگر بیننده باشد. تا هفته دیگر در همین جا، البته در همین ساعت، در ماه مبارک رمضان. خدا نگهدار.